ماجرای وقف کوه دماوند قسمت اول. با درود و احترام خدمت شما همکاران گرامی، سخنرانی امروز من در ارتباط هستش با وقف‌های ملی و به ویژه دماوند. در این برنامه من با یه صحبتی که با در واقع کمیته محیط زیست کردیم تصمیم داریم که تو چند تا برنامه در ارتباط با وقف‌هایی که در ایران اتفاق می‌افته در خدمتتون باشیم و در این ارتباط صحبت بکنیم، چون می‌دونید که با بازتابه‌های رسانه‌ای و حقوقی خیلی گسترده‌ای روبرو شد. اما در ابتدای امر دارم می‌خواد یه تعریفی از وقف خدمتتون ارائه بدم که اصلا وقف چی هست، چه مواردی هست، چه شرایطی شاملش میشه. ببینید وقف چیه؟ وقف یه سنتی بوده خیلی خیلی قدیمی و کهن، یعنی هدیه دادن. شما یه بخشی از پولت رو یا ملکت رو، در واقع اموال منقول و غیر منقولت رو، دلت میخواد به یه شخص یا یک مؤسسه غیر انتفاعی میدی که اون منبع مترتبه، یعنی اون شخص یا اون مؤسسه، میاد این هدیه که شما رو به یه مصرف خاصی برسونه. جمع وقف رو بهش میگن اوقاف و اون زمین، اون اموال منقول و اون غیر منقول و اون مال شما رو که وقف شده بهش میگن موقوفه. این تعریف کلیه. اما ما در واقع قانونی داریم، یه ماده قانونی شماره 55 قانون مدنی وقف رو اینطوری تعریف میکنه که من دقیقا این جملهش رو براتون میخونم. وقف اینه که عین مال حبس و منابع آن تسبیل شود. به بیان ساده تر، هنگامی که فرد یک مال یا منابع حاصل از اون رو برای خدمات عمومی و اختصاصی در جهت خیر و رضای خدا هدیه میکنه، به این عمل وقف میگویند. در واقع با این کار مانع انتقال آن به دیگری میشود و هر گونه معامله نسبت به آن مال مورد وقف را غیر ممکن میسازد. که در واقع نمیشه به صورت ارث به کسی انتقال بدی، در ارتباط با اون هدف باید مصرف بشه. اما این وقف کردن خود شرایط داره. حالا شرایط رو چطوری تعریف کردن؟ واقف یعنی کسی که داره اون اموالش رو وقف میکنه باید اهلیت قانونی داشته باشه. حالا این اهلیت شرعی و قانونی شامل چیه؟ بلوغ، عقل و اختیار. یعنی شخص باید بالغ باشه، عاقل باشه، صاحب اختیار باشه، که این ویژگی ها از شرایط انجام هر عمل حقوقی هستش. بنابراین کسی که میخواد وقف کنه باید این شرایط و این اهلیت رو داشته باشه. یه ماده دیگه داریم، ماده 57 قانون مدنی، اونم میگه واقف باید مالک ملکی باشه که وقف میکنه. یعنی شما نمیتونید ملک شخص دیگه رو بری وقف کنی و به علاوه دارای این اهلیت باشه که در معاملات معتبر هستش. خب همینطور که میبینیم علاوه بر اهلیت واقف شرع و قانون مالک، این موقوف بودن واقف رو هم به عنوان شرایطش یاد کرده. علاوه بر این که شما باید اهلیت اونو داشته باشید، شرایط مثل بالغ باشید، عاقل باشید، صاحب اختیار باشید، باید مالک اون هم باشید، صاحب اون زمین، صاحب اون پول هم باید باشید. لذا کسی که میخواد یک مالی رو وقف کنه هم باید اهلیت قانونی برای انجام این عمل را داشته باشد و هم اینکه مالی که قصد وقف کردن آن را دارد متعلق به شخص دیگری نباشد و ملک خود او محسوب شود. این عین جمله‌ای که تو این ماده 57 و 55 بود من براتون خوندمش. حالا وقتی صحبت که ادامه پیدا می‌کنه دلیل تأکید من بر این دوتا قانون رو اونجا متوجه میشید. اینو بعد به خاطر بسپرید، اگه لازم شد دوباره اینو بیانش میکنم.
حالا امروز تو این صحبت، تو این سخنرانی ما قراره در ارتباط با وقف کوه دماوند که چند وقتی در ارتباط با اون خیلی صحبت ها ما میشنویم، خیلی در ارتباط با اون گزارش ها خوندیم و اخبار صحبت بکنیم که فکر نمی کنم تو یک بخش تموم بشه. این برنامه ما تو دو بخش در دو تا فیلم به سما نظرتون میرسه و سعی میکنیم که تمام جوانب و ماجرای این وقف دماوند رو به شرح شما برسونیم. منتها قبل از اینکه من شروع بکنم دلم میخواد قبل از همه در ارتباط با یه سازمانی به نام سازمان اوقاف و امور خیریه یه توضیحاتی خدمتون بدم. یکی از ثروتمندترین نهادهای حکومتی تو ایرانه. ما همیشه میگیم بنیاد مستضعفان، نه، ولی من فکر میکنم اوقاف امور خیریه است. حالا علتش رو توی صحبت بعدی متوجه میشید. اگه الان نمیتونم بگم شاید یک سوم ایران زیر نظر اوقاف، یعنی وقف شده، یعنی آمار ارقامی که بعدا بهتون میدم باورتون نمیشه. مثلا من یکی از ثروتمندترین نهادهای حکومتی تو ایران، بعد این سازمان زیر نظر نهاد رهبری اداره میشه، رئیسش هم توسط یا به پیشنهاد وزیر ارشاد و تایید رهبر ایران منصوب میشه. اینجا رو کار داشته باشید که چه کسی اون بالاست و وقتی که میان میگن ای وای نه وقت مجاز نیست اگه صدمه به جنگل میرسه، اگه صدمه به مسائل دیگه میرسه، و بعد نگاه میکنیم که دوباره چیزی که ابطال شده دوباره بر میگرده از کجا آب میخوره. در واقع یعنی کل شریع سر ما میذارن. هنوز تو شوکه اون مسئله تصرف 5600 هکتاری جنگل آق مشهد هستی بودیم و هستیم که یک دفعه صحبت از وقف یک برش و یک یار، مثل یک کیکی که یه بخشش رو ببرن 11 قسمتش بکنه و یه قسمتش رو ببرن وارد شدیم و دیدیم گفتن که یک برش از کوه دماوند وقف شده، که خب به طب هم سازمان اوقاف مازندران اومد وسط و گفت نه همچین چیزی نیست، قله دماوند وقف نشده و در واقع موقوفه. این جملهشو ببینید، موقوفه یکی از یالهای دماونده. آقای محمودزاده میتونه اون عکس دماوند رو بگذاره تصویر اول رو برای من؟ ممنون میشم ازتون. یکی از اون یالهای دماوند هستش که این یال به عنوان مرتع ملاره. حالا بعدا میبینیم که آخه فرق هم نمی کنه. میگه من مرتع ملا رو برداشتم، برای مهم نیست، این یه یال دماوند باشه ولی دماوند نیستش. حالا یه سری اسنادی اومده بیرون. ببینید این کوه حدود 18 سال پیش به عنوان در واقع یکی از نخستین اثر ملی طبیعی در فهرست آثار ملی به ثبت رسید، خب، و باور نمیشه وقف شده این کوه و وقت نامش هم برمیگرده به 1325. از نقطه اون قله تا اون پایین این وقف شده. حدود 18000 هکتار از اراضی کوهپایه‌ای اون سند وقفی داره، اونم به اسم اداره اوقاف. البته خودشون توی اون سند، حالا بعدا نشون میدم، نگفته که چند هکتار، ولی بدون توجه به این نظر سازمان جنگل ها مراتع یه پلاک کامل به اسم آقایون وقف شده. صحبتشون هم سر این هستش که به اسم یه روستایی به اسم ملار از توابخش لاریجان هست، چه ربطی هم به دماوند نداره، خیلی هم فاصله با دماوند داره. حالا تو عکسای بعدی شما میبینید اصلا بابا رو خود دماونده. برخلاف نظری که این آقایون میگن، پلاک های 67, 68, 69 تو بخش 7 سبکی این روستا در قسمت لاریجان جز دماونده و یه آگهیاش هم من در آوردم، حدود آگهی سبکی، حالا نوشتم ولی بخوام بخونم هم حسرتون سر میره، 22348 حدود حد شماره پلاک های قله دماوند اعلام شده و طبق نقشه هایی که وجود داره جز در واقع مقررات ملی شدن هست و ولی این آقایون خیلی برداشتن و میگن جز دماوند نیستش. حالا قله دماوند چیه؟ دماوند بلندترین کوه ایرانه، مهمترین منبع طبیعی کشور ماست، طبعا میشناسیمش، ایران رو به اون میشناسن، جز منطقه حفاظت شده در تیر ماه 1387 به عنوان اثر طبیعی تو فهرست میراث فرهنگی جا میگیره. بعد تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها مراتع و آبزیسداری قرار میگیره
و طبق قانون هم آثار طبیعی که ثبت میشه متعلق به کل ملت ایرانه، به کل مردم ایرانه، قابل وقف نیست، قابل استفاده شخصی و حریم خصوصی کسی هیچ کسی نخواهد. الان هم حفاظت از این میراث طبیعی به عهده سازمان جنگل ها مراتع و زیر نظر وزارت کشور بخش سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی. حالا شهرستان ملار چیه و کجاست؟ که اگه آقای محمودزاده لطف کنه تصویر دو و سه رو خودشون به ترتیب دو و یک و دو رو بذارن، من برای بگم که این کجاست که این آقایون میگم ما شهرستان ملار رو وقف کردیم، مثلا ربطی به دماوند نداره. ببینید ملار یه روستایی از توابع لاریجان آمل زیر قله دماوند قرار داره، نزدیک یه روستای آبگر. این روستا خیلی امکانات زیاده، آب شرب خیلی خوبی داره، خیلی طبیعی، برق و تلفنش هم خیلی، یعنی با امکانات ترین روستای تو مازندرانه. جاذبه های طبیعی خیلی خوبی داره، چشمه های طبیعی و غارهایی که از زمان های قدیم هست. موفق شدید آقای محمودزاده؟ جاشو الان از خودتون جاشو ببینید متوجه میشید که نزدیک دماونده و چه جایی قرار داره. بعد تو این روستا از اون جایی هستش که پوکه های معدن پوکه معدنی داره، معدن پوکه معدنی داره، داروهای گیاهی بی‌نظیر اینجا هست، دو تا امامزاده زین العابدین و خاتون داره. حالا من خیلی بحر این امامزادش نمیرم. این روستاست که اینها میگن وقف شده و در اختیار ما، هیچ ارتباطی هم به قله نداره. حالا به اونجا میرسیم که چرا ما میگیم به اونجا مربوط هست. در تصویر دو دو یه قله هست، قله دماونده، که یه برشش کوچیکو نشون داده. توی این تصویر شما جای روستا رو روی کوه از اون بالا میبینید. ای آقای محمودزاده زحمت شده کشن. تو این تصویر مدیر کل اوقاف استان مازندران آقایی هست به اسم حجت الاسلام ابراهیم حیدری. این آقا میاد میگه که اصلا بگه داستانشو براتون تعریف کنم. داستان رفت به کجاست؟ مربوط به 90 سال پیشه، سال 1302. حالا یه برای آبادانی روستا، یه بخش از این روستا میان که برای آبادان روستا و عزاداری سید و شهدا و اینها میان این قریه ملار رو کلا میان وقفش میکنن. خب این منطقه پایینه، اینجا ملار این بالاست، یعنی اینجا که زده 12 یکم بیاد پایین تر روستای ملار اونجاست، پایین تر از اون عدد 12 میاد پایین تر اونجا ملار هستش. یعنی در واقع خودتون میبینید روی یاله. خب بعد این روستا برای منافع حالا روستا اومدن این رو وقف کردن سال 1302. بعدم خاندان پهلوی دست روش میذاره، میاد چیکار میکنه این رو، این قسمت رو میبینید زده 12 و فکر کنم 11، این یه یاله کامل، این یه 12 این کلا یاله. پهلوی یه دست میذاره رو این، میگه این مال من، پهلوی اولا. اینجا بهش میگن پلاک های 68 و 69 شامل این دوتا، اینا مراتع هستن که مال این روستا هستن. بعد سال 1321 قانون املاک واگذاری تصویب میشه، توی این دادگاه مطرح میشه، با رأی هیئت رسیدگی موضوع قانون املاک واگذاری میاد، سند مالکیت رو از رضا خان، رضا شاه اول باطل میکنن. فکر نمی کنم الان جرأت چنین کاری داشته باشن که از بخوام از آقای خامنه‌ای یه چیزی رو بگیرن. اون زمان این قانون انقدر قوی بوده که میاد از پهلوی اول اون سند رو میگیره باطل میکنه، بعد دوباره سر جاش قرار میگیره، مردم همجا استفاده میکنه. بعد از انقلاب به فرمان امام خمینی مبنی بر بازگرداندن موقوفه ها فرایند ثبت این موقوفه آغاز میشه و دوباره رو برمیگردونن به اوقاف. خب مردم اعتراض میکنن، حالا اینا میگن مردم اعتراض کنن که ما دلمون میخواد موقوف باشه ولی استفاده باشه، در حالی که حالا شاید خودشون هست، یعنی ما میخواییم وقت باشیم که حفظ بشه. در حالی که در سال 74 خلاصه میام اسناد رو نگاه میکنن و احراز میکنن بخوان ثابت بکنن طبق این دادنامه، بالاخره سال 1382 با نیت بهداشت عمومی مردم
عمران و عزاداری محرم و نمیدونم اینجور چیزا، من نمیفهمم چه ارتباطی داره به این مرکز اون نقطه قله کوه. این جزء موقوف سخت. بینیم سراغ عکس های سه و سه یک. سه یه دونه عکس از دماوند مراتب پایینش رو نشون میده که مرتفع هستن، یعنی این منطقه جز بهترین مناطق هست، و سه یک با یه نقاشی نشون داده برشی از اون رو که شما بدونید چه منطقه رو اینا برداشتن. حتی این مقدار کنده به خاطر که میدونید با زوم این مقدار کار سخته، من تون توضیح میدم آقای، من باید این مقدار آرومتر توضیح میدم که آقای محمودزاده هم برسن به این مقدار، ولی من توضیحات هم به این شکل میدم. بله ببینید این دماونده، اگه برشش بزنی کلن این برش رو این آقایون گفتن وقفه که جز همون مناطقی بوده مراتع هست که بعد ادعا کردن نه این مرتع این روستاست و اصلا ربطی به دماوند نداره دیگه. این که ربط داره یا نداره شما خودتون ببینید، خودتون تشخیص بده که این ربط داره اصلا جز دماوند هست یا نیستش. این مرتقه در واقع منطقه منلار حدود 3600 متر مربع از اراضی دماوند رو در بر گرفته که جزء در واقع محدوده اوقاف شده. اون موقع گفتم وسعت این منطقه 120 من بذر پاشه که سندش دوره پهلوی صادر شده. خب بذر پاش چیه؟ یه معیار بوده که هر من بذر پاش برابر هستش با 300 یا 400 متر مربع. میتونین اون عکس سه دورم بگذارید چون اون قشنگ برش یال پلاک 68 و 69 قشنگ نشون داده من داده. بعد 300-400 متر مربع است که میشه حدود 3600 متر مربع. بعد آقایون میان میگن که نه بله ببینید یال میبینید کلا یال کوهه، این پایینش روستاست، اینا مراتعن، حالا چون زمستونه به این شکل نشون داده ولی فصل تابستون که میشه این کلا مرتع و چراگاهیه و جز بهترین نقاطه. حالا توضیح میدم چرا و اینا که اینقدر دست گذاشتن روش و اینا توضیحات بعدیمه، ولی بدونید این قسمت از کوه کامله. بعد گفتن این قسمت قریه ملار وقفه، ندماوند. پلاک های 68 69 67 که من الان اینجا بگم، ببینید 68 مرتع ملار اولیاست، نه همه جز همین قسمتی که دارید میبینید، این برشی که دارید میبینید، 69 مرتع ملار سفلاه، 67 خود قریه ملاره، خود روستای ملاره، حدود مساحتش هم 2486 کیلو مجدان هکتاره. خب که همه توی همین محدوده، اینجا که فلش خورده یه مقدار پایین ترش روستا قرار داره، اون بالا هم که مراتع روستاست که همه اینها رو اومدن وقف کردن. در راستای اجرای مقررات ملی شدن در تاریخ 31/2/48 آگهی میشه 15/4/49 و 16/8/49 توسط کمیسیون ماده 56 قطعیت قانونی پیدا میکنه و با وجودی که گواهی 13 و 39 برای عقد این سند صادر میشه، اما این پلاک ها برای این پلاک ها اداره ثبت لاریجان باز هم از صدور سند امتناع میکنه برای به نام سازمان جنگل ها. خیلی عجیبیه و که چرا که بالاخره سال 85 اصرار رو اینها امتناع میکنه تا اینکه سال 85 به نام اوقاف میشه. یعنی یه چیزی این وسط بوده. حالا یه سندی هست تصویر 4 و 1/4 رو ببینید، این اون زمانی بوده که 800 سال دماوند 400 سال قبل همچین چیزی رو سندی رو حالا ساختن. چجور این کاغذ از اون موقع مونده من نمیدونم، قضاوتش با شماست. و آره آفره، این سند دومی قشن رو همین هایلایت کرده که کدوم قسمت محدوده صفحه دو تا پلاک 68 و 69 رو نشون داده توی تصویر 4-1. این سند رو پیدا کردن، گفتن که این سند رو قشنگ قید شده که اینها وقف هستن. اینا ادعاشون اینه که این منطقه 40 کیلومتر از کوه فاصله داره، هیچ ربطی نداره، ما اصلا
قله کوه رو میخوایم چیکار، به دردمون نمیخوره، اصلا این شامل کوه نمیشه. بله این دو تا قسمت خیلی روش زوم کردن که بله اینجا اعلام شده که این ریال کوه دماوند وقف هستش. بعد جالبه که سازمان جنگل ها هم خیلی داره تلاش کرد برای این قسمت، خیلی دارن هنوز هم تلاش میکنن تا بلکه این رو تونستن از زیر یوغ در واقع اینها در بیارن. یه ماده هست، ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها مراتع. طبق این ماده حتی اگر 800 سال پیش، 400 سال پیش، نه چه میدونم زمان پهلوی، هر زمانی این قسمت از دماوند مرتع هست، حتی اگر سند مالکیت به هر شکلی برای هر کسی و ارگان خاصی ایجاد شده باشه، بایست باطل بشه. سازمان جنگل ها نماینده مردم ایران هستن و باید اون رو در واقع این دست درازی رو، من اسمشو میذارم دست درازی به این بیت المال رو، به این در واقع به این مال این ملت، اموال این ملت کوتاه بکنن دست درازی. حالا قضیه چیه؟ بریم سراغ این که چرا اینا اینقدر اصرار دارن به این قضیه. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.